من توی یه روایت خوندم که گناهی که ما رو نزد خدا شرمنده کنه بهتر از انجام کار خیریه که ما رو مغرور کنه. خب با توجه به این روایت صرف رو انجام گناه نیست؟ دوتا چهار تا دیگه ماکسیموم پنج تا. طبعا صرف رو انجام گناهه. خب هرچی ندیده بره خونه سردار محصولی رو ببینه، ببینه میصرفه نمیصرفه. بعد شما همچین میفرمایید شرمنده که یکی ندونه فکر میکنه اونایی که گناه میکنن پیشینوشون زیگیل در میاره. شما بنده توجه کنید اصلا زیگیلی هست غیر از این یه تیکه که اینجا در اومده؟ خب آدم یه دفعه میکنه شرمنده میشه، دو دفعه گناه میکنی شرمنده میشی، بار سوم خود را دستت عادت میکنی. الان من خودم دیدم خود جناب آقای گناه جلو مقام عظما خیس شرمه. به قول یارو گفتنی گناه کرد در بلخ آهنگری، بهش هی دادن وام کارگری. این دیگه حرف قدماست. کدوم یکی از عزیزان سال داشتن؟ خب شما بفرمایید خواهش میکنم. سلام علیکم. سوالی داشتم از مهتر جناب علی که البته این سوال اگه حمله بر ناشکری نباشه. از خدمت شما که حقیقت من راضی نیستم که از این که به دنیا اومدم. دلیلش این است که اگه به دنیا نمی اومدم زیرا که شاید گناه نمی کردم و مستحق عذاب نمی شدم. حقیقت الان که گفتی دیدم منم همچین راضی نیستم از این که تو به دنیا اومدی. بعید می دونم حضار محترمم راضی باشن. حالا تو که وضعیتت مشخصه، ولی واقعا اون پدر مادرت مستحق عذاب علیمن که همچین بعد یکی از بسیجیان مثل تو بود. همین موضوع رو با من در میون گذاشت. حالا آقای مجری خودشون در جریان هستن. اومد گفت صحبتشو کرد اینا. گفتم خب بابا تو که وضعیت اینا برو خودتو بکش، برو خودتو بکش. بعد خبر اومد خودتو دار زده، ولی علت مرگش خیلی مشکوک بود. گفتن ضربه مغزی شده. ما تعجب، نگاه چرا ضربه مغزی شده، طرف خودش دار زده. دیدم ای احمق خودتو رفته با کش دار زده. دازه بالا پایین تق توخ میخورد بالا تق بخورد بالا بخورد زمین بخورد فلان در خود ضرب مغزی میشه دیگه. خب سوال بعدی من میخواستم بدونم اینی که حوادث طبیعی رو به گناه نسبت میدن مثل زلزله، طوفان یا سیل که میگن این گناه اهل اون دیاره چقدر درسته؟ چقدر؟ تقریبا اینقدر درسته. البته این یه بحث پیچیده فیزیوفقهی رو میطلبه. بستگی داره گناه کجا انجام بدی شما. اگه گناه تو منطقه کوهستانی بکنی سیل میاد، اگه نه سمت ژاپن اون طرفا گناه کنی زلزله میاد. حالا من خودم نمیدونم تو بیت ولایت کی داره قایمکی پشت دیوار جا یه جایی داره گناه مونا میکنه که همچی تعبوی سیل و زلزله داره با هم میاد. سوال بعدی آیا عذابهایی که خدا و پیامبران برای گناهان وعده دادن خیلی زیاد نیست؟ مثلا برای گناه یک ساعت هزاران سال عذاب در جهنم، آیا این منصفانه است؟ چی؟ یک ساعت گناه کردی؟ بعد اومدی تو این برنامه صاف صاف تو روی من وایسادی داری اشاعه منکر میکنی؟ بعد میگید چرا هزار سال جهنم؟ بابا اون موقع که گناه میکردی ساعت رو نگاه نکردی؟ بعد حالا اومدی طلبکار هزار سال جهنم ما شدی؟ دیگه الان نه راه پس داری نه راه پیش. این اون وضعیت مقام عظما که نه راه پس داره نه راه پیش. این آدمی میمونه که رو اره نشسته باشه، نمیتونه بره رو پس، نمیتونه بره. دوستان خوبم بیاین خدا رو بیش از این منتظر نگذاریم. همین الان از راه دلمون توبه کنیم و به سمت او پرواز کنیم. آره شما میخواین از همون طریق دلت پرواز کن برو، من حاجی فکرم این دوست این کوچه پشتی میام یه وقت تو هوا هم نخوریم.